درود بر بینندگان تلویزیون ایتون در سراسر جهان. من پرویز مینوی هستم، مطابق معمول روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 5 به وقت واشنگتن تا 6 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. از آقای پارسا صوربی که در اتاق فرمان در واشنگتن برنامه کارگردانی فنی میکنن بسیار سپاسگزارم، و از شما عزیزان خانم ها آقایون گرامی که به این برنامه دعوت میکنید بسیار سپاسگزار هستم. ببینید، من داشتم قبل از اینکه برنامه شروع بشه، خب آقای صوربی، من چند دقیقه در کار روشن میکنم، آقای صوربی منو میبینن، منتها من ایشون نمیبینم. بعد که با ایشون صحبت کردم گفتیدم تو این کاغذ رو ورزشی خط میکشی، یادم به خودم افتاد که این منم خط میکشم، آخر سر منم همه کاغذ خط کشیدم. یه مطلبی بود از قمرانگلو که وزیری، من خب یه چیزی که خودم نمیدونم بعد میخونم یاد میگیرم و برام جالبه، فکر میکنم ممکنه که بینندگان عزیزم براشون جالب باشه و اونو براشون میخونم، چون من توی این نوشته یه چیزای جدیدی از قمرانگلو که وزیری خوندم و متوجه شدم که قبلا اینا رو نمیدونستم، برعکس تصور میکردم. حالا فهمیدم که چه جوری بوده. و این کتابی هست که دخترخوانده‌شون نوشتن، دخترخوانده قمر نوشته و تمام از زندگیش اطلاع داشته، از زیر و بمش اطلاع داشته و با چیزای دقیق نوشته. یک کتابیست این آقای شهبود نوری که سردبیر مجله تهران هستن، یک بخشی از اون کتاب رو آوردن و جالب اجازه بدید من همون اول اینو شروع کنم دیگه. خب من بهران جایش علامت بودم، همه که نمیدونم. 57 سال پیش پیکر قمر و ملوک وزیری چنان به خاک سپرده شد که انگار نه انگار او بزرگ بانوی آواز ایران و شکننده تلسم هنرنمایی زن ایرانی روی صحنه بود. میدونید برای اولین بار که زن ایرانی رفت روی صحنه قمر بود. قمر در یک مهمونی که یک جایی بود دعوت کردن یک ارکستری بیاد اونجا بزنه، بعد یک نفر رفت پلوی رهبر ارکستر گفت یک خانمی میخواد بیاد با شما بخونه. رهبر ارکستر میگه که خب بیاد بخون. بعد رهبر ارکستر پیش خودش میگه که من فکر کردم یک کسی میاد که مثلا دو تا خط شعر یاد گرفته میخواد بیاد بخونه و اصلا چیز نیست و اینا، یعنی یک خانم دختر جوونی بی حجاب اومد اونجا نشست. من یه ذره جا خوردم، تو نمیشه من با چادر میامدن اینجا، این با بوسری، این چادر از هر بوسری برسونه و با چادر میامدن، دیدن این بدون چادر و بدون روسری اومد اونجا نشست. بعد گفتن که چی میخواد بخونید، گفت مثلا فلان دستگاه. بعد من پیش خودم فکر کردم که آقا این که چجوری میخواد اون دستگاه رو بخونه که من، ولی خب من شروع کردم به زدن و دیدم شروع که بخوندن آنچنان قشنگ و زیبا خوند که همه مجلس ساکت شدن. اینا یه مجلس مهمونی بزرگ بوده، همه ساکت بودن و ما نوازندگانم کلیک شدیم که این چه صداییه. بعد رفت تعلیم صدا گیره با بودید که اون تا اون زمان خودش یاد گرفته بود از روی مثلا صفحه و اینا، بعد رفت یاد گرفت هم تمرین کرد و برای اولین بار کنسرت گذاشت، کنسرتی که یک بانوی روی صحنه به تنهایی میخونه. حالا در زندگیش از روی این نوشته دخترخواندش میخونیم. خاک سپاری باشکویی که در کار نبود، هیچ خاک سپاری باشکویی که در کار نبود هیچ، اگر سبب بود تیمور بختیار رئیس ساواک یاری نمیکرد، وصیتش هم روی زمین میماند و از خفتن ابدی در آستان ظهیر دوله در کنار هنرمندان هم محروم میباد. زبیده جهانگیری که برای قمر همچون دختر خوانده بود نوشته است که شمردن آنانی که قمر را تا آرامگاه ابدی همراهی کردن چند دقیقه میکرد وقت نمیگرفت. به 70% آنها که از استادان نوازندگان معروف خوانندگان زنگ زدن و جواب ها عجیب بود.
حضرات یا نبودند یا در سفر بودند یا بیمار و بستری یا خواب، گریه هم گرفته بود. و در این میان دو نفر استثناء بودند، علی تجویدی و عموجان حسین تهرانی. البته این نوشته که این از کتاب قمری که خورشید شد، چاپ شرکت کتاب لس‌آنجلس، صفحه 277. خب یعنی منظور میگه نمیگم صفحه بالا میگه، یعنی همه این مطالب این کتاب توی مقاله است، صفحه‌اش تو اون کتاب نوشته شده، این مقاله از اون کتاب تهیه شده. قمر در ایران با ام کلثوم در مصر تقریبا همزمان روی صحنه رفتن. ام کلثوم چند سالی هم از قمر بزرگتر بود، اما تا اواخر عمر و بیش از دو دهه پس از آن که دیگر صدایی از قمر شنیده نمیشد، همچنان میدرخشید. خوب توجه کردید، ام کلثوم بزرگتر از قمر بود و قمر و ام کلثوم تقریبا با هم اومده رو صحنه. اما وقتی قمر دیگه صدای ازش در نمیامد، هنوز ام کلثوم دو دهه یعنی 20 سال بعدم هنوز میدرخشید و صداش مشهور بود و میخوند. خب این جایی تعجب داره دیگه، ام کلثوم 20 سال بعد از قمر، که حالا صدای قمر کوچکتر رو در اون، چرا اینطوری شده؟ صدای قمر در 40 سالگی دیگر آن توان و دقت پیشین را نداشت. چندی بعد هم سکته مغزی کرد و حتی سخن گفتنش به کلامتی نامفهوم بدل شد. قمر از حدود 40 سالگی به مورفین اعتیاد پیدا کرده بود. من تعالی نمیشم. این اعتیاد را از همسرش داشت که به موسیو اسقر معروف بود. ازدواجش با موسیو اسقر هم دو سال و چند ماهی بیش نپایید، اما اعتیاد تا آخر اون با او ماند. به گفته محمود ذوالفنون که در رادیو رهبر ارکستر بود که قمر در آن میخوانده، ابتلا به مورفین بود که به هنجره قمر آسیب رساند. بازم در کتابی که قمری که خورشید، قمری یعنی ماه، قمری که خورشید تو نهیم، قمر بلود وزیر تبدیل به خورشید آسمان آغاز ایران شد، میگه که به عنوان داروی مامان و استاد تبا از مورفین، به عنوان داروی مامان یعنی مادر خواندش قمر، مامان و استاد تبا نام بود و می نویسد که به دستور محمد رضا شاه بنگاه کل دارویی کشور مورفین قمر ملوک وزیره را و ابوالحسن سبا را تأمین میکرد. یعنی برای این دو نفر که مبتلا به مورفین شده بودن به دستور شاه این سازمان دارویی مورفین اینا رو میداد. پایان عمر و خانه شدن تنگدست نبود، خدمتگار داشت و در یکی از خانه هایی که در تهران نو زندگی میکرد که رسول رضا شاه با مصالح عالی برای کارکنان دربار ساخته شده بودند. بعد از زمان فوزانفر، ادیب بزرگ و استاد دانشگاه تهران، در زمانی که عضو مجلس سنا بود، مصوبه ای از این مجلس گذرانی که برای قمرالملوک وزیری مقرری ماهانه 300 تومان تعیین کرد که بعداً تا 800 تومان افزایش یافت، یعنی معادل دستمزد استادان برجسته دانشگاه. بعدم توضیح میده که یک رئیس بیمارستانی که دکتر عالی قدری بود کار میکرد، این وقتی قمر 800 تومان میگرفت اون بول به 700 تومان هم نمیرسید. البته 800 تومان الان بنزین بیرون هیچ کس ور نداره. و خب باید معادل دلاری بگیم، مثلا فرض کنیم که 1200 دلار میگرفت. در خانهش برونی همه باز بود و نیز به مردم نیازمند و کارگران بیمارستان میرسید. در کنار اینها در همان سالها که بیشتر هنرمندان قمر را از یاد برده بودند، خانهش محل رفت آمد گاه و بیگاه کتانی بود که متاعی هم از خانه او با خود می بردن و خدمتکاری که آنگونه که در کتاب آمده است، هنگام خروج مهمانان برای که پولی از آنان برای خود بگیرد، به دروغ از تنگدستی قمر می گفتد
و مطبوعاتی ها هم بودند که حرفا این خدمتکار هم منبع گزارش های خود در باره زندگی خبر می دانستند. هنگامی که قمر برای نخستین بار در گراند هتل تهران بی حجاب رفت، یعنی روی صحنه رفت، خشم متشرعان را برانگیخت. حتی او را پس از آنکه از صحنه پایین آمد به نظمیه بردن و از او تعهد گرفتن که دیگر روی صحنه نرود. خب خود قمر نیز با شرع و دین بیگانه نبود. او سر به پیری از درویشان طریقت خاکسار در تبریز سپرده بود. برای طریقت از شریعت می گذارد. برای سر به دامان درویشان گذاشت بود و درویش شده بود. این از زندگی قمر. خب ببینید درویشی، اول که درویشی اومد در اینا، خب مردم به خاطر این که از شریعت که بسیار خشک و سخت و عذاب آور بود جدا بشن، گفتن میریم به طریق طریقت، به طریق صوفیگری، درویشیگری، درویشیگری. و اگر یاد تو باشه درویش ها همه یا حق یا حق یا هو یا هو میکردن، یعنی مثلا ما میخوایم مستقیما با خدا در ارتباط باشیم. خب این ارتباط یک طرفه بود. دوست از اون آقای آزادراد، نادر آزادراد که من رفته ندیدم، شما با هم تلفنی زیاد صحبت می کردیم قبلا، حالا دیگه نه، گفتش که هر کس که بره بگه من به خدا حرف زدم و صحبت کردم هیچ مشکلی نیست، قبطه عبادت کرده صحبت. اما اگر که هر کس بگه خدا با من زد دیوانه است، باید برای بیمارستان مراجعه کنیم. و خب دلیلش اینه که خدا با کسی حرف نمیزنه دیگه، اصولا خدا زایده بشره. تکرار میکنم، خدا به وسیله بشر ساخته شده و منهای اون خدایی که طبیعی بودن، مثل مثلا رودخانه که خدا باشه، خب اون رودخانه دیگه به وسیله بشر ساخته نشده، ولی اون رودخانه به وسیله بشر خدا نامیده شده، وگرنه خدا نام. یا خورشید به وسیله بشر خدا نامیده شده، یا آتش به وسیله بشر خدا نامیده شده. اینا چطور؟ بعد مجسمه ها بودن، مجسمه های سنگی، گچی، گلی، هر چیز، توپالی، هر چیز، اونا رو باز بشر ساخته به گفته اینا خدا. بعدم گفته خدا تو آسمونه. حالا چه جوریه؟ خب موسی یه جوری تعریف کرده، عیسی یه جوری تعریف کرده، محمد یه جوری، هر کدوم اینا خدا رو یه جوری تعریف کردن و خدا اینا با هم متفاوته و افراد برار با هم فرق میکنه که یه خدای خیلی خشمگینه تا تکون بخوری میزنه جهنم، بهشت، فلان اینا، یه خدای بخشنده است میگه من میبخشمه، اب نداره مثلا فرق کنه که اینجوریه. حالا صوفیگری راهی بود که از شرع خشک و مقدس، همش نماز خوندن، همش روزه گرفتن، همش نماز شب و روز و قرآن خوندن، فرار کنی و رو به خدا بکنی، مثلا داری خودت مستقیما با خدا کار کنی. این اولش این بود، اولش این بود، ولی بعدا یه جور دیگه شد. بعدا گروه های مختلف صوفیگری به جامن مسئله مرادی و مریدی به وجود اومد دیگه، حق و او رفتن کنار، یا حق یا حق رفت کنار، یا او رفت کنار، یا اون مراد. اون مراد کی بود؟ در راه مراد جان بده، در راه مراد آدم بکش، در راه مراد جنگ بکن. جنگ های حیدری نعمتی، نمیدونم تا چه شما آشنایی بده چوشید، در تمام شهرهای ایران میخوام بگم که مثلا فرض کنیم که 100 سال پیش رواج داشت، 100 سال پیش شهرهای ایران گروه های حیدری بودن، نعمتی بودن. حیدری حتما شیخ حیدر از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی بودن، شیخ حتما این اینا حیدری بودن، نعمتی هم حتما اون شاه نعمت الله ولی بوده که بودن. برای این که در فرق پدر من تعریف کرد، گفت من بچه بودم، توجه کردی چی گفتم؟ پدر من تعریف کرد، گفت من بچه بودم تو شهر قزوین زندگی میکردیم، وقتی میخواستیم از خونه بیاریم بیرون بریم یه گراه دوری،
پدر من تعریف میکنه، میگفت پدرش بهش میگفته که از اینجا که تا خیابون پهلوی که میری، تا خیابون حالا هرچی خیابون اصلی که میری، اینجا همه ایدریان، هرچی جلوزی که کوهی ایدریان نمیدی، اون من ایدریان. از اینجا که بازار اون بازارچه شدی تا میخوای بری مثلا تا محله سرکوچه ریحان، در اون مسیر همه نعمتی هم. هر کی دید کوهی داری و نعمتی، بگو من نعمتی هم. دوباره از اونجا که رد شدی، میرسی مثلا به محله مثلا فلان، اونجا دوباره هیدری هم. رد شدی همه بوه هیدری هم، تا برسی به مقصد. یعنی شما رد میشدی، یعنی اینطوری که پدر من میگو، یعنی رد میشدی یه جوانی مثلا دوازده سیده پونده بیس ساله رد میشد، تنهایی یه دلی روش میگرفتن تو ایدری و نعمتی. اگه اونایی که جلوش گرفتن از این سوال میکردن، سوال این جواب این یه که برعکس اونا بود مفصل کدک میدادن. خیلی نه مقاله نیست. اصلا اونایی که میگفتن تو ایدری و نعمتی، اگر ازت میگفتی آقا ایدری یعنی چی؟ نعمتی یعنی چی؟ نمیدونستن. بر حسب ارسیه دیگه، چون که پدرشون مثلا هیدری بود اونا هم هیدری شدودن، چون پدرشون نعمتی بود اونا هم نعمتی شدودن. بیشتر به اون محله بود، اون محله همه هیدری بودن. هر بچه که بودن میمهد بزرگ میشد هیدری میشد. خب این بسیار بده دید. درویشی در ایران سالهای سال سابقه داره. باید اساس درویشی رو در بودا جستجو کرد. بودا اولین کسی بود که به روی درویشی روی آورد. بودا یک شاهزاده بود، ولیعهد بود، قصری داشت، خانومی داشت، بچه‌ای داشت، زندگی خوبی داشت. یه روز به فکر افتاد که من چیکار کنم درد و غم و قصه مردمان پایان پیدا کنه. و رفت خب فکر کرد قصرشو و کاخشو و زنشو و رفت تو جنگل. خب بابا تو همون قصر بشه فکر کن، چرا باید تو جنگل بکنی آخه؟ خلاصه رفت فکر فهمید که آه اگر ما دل به چیزای دنیایی نبندیم دیگه قصه نمیخوریم. ببینید یه نوع درویشی میگه، برخلاف باورهای زردوش که میگه دو تا چیز که من حالا تکرار کنم، یکی آبادسازی یعنی خونه بساز، جاده بساز، باغ درست کن، چاه بکن، چاه آب درست کن، قنات درست کن، نمیدونم همه چیز آبادسازی بکن. بعدم جنگ با ولی‌ها، اینا جنگ با ولی‌ها رو باید کردن که گفتن ما میخواییم دیگه دل به چیزی نبندیم دیگه. خب این یه مقدار به زردوش لطمه زد، چون بخشی از شمال شرقی ایران یا شمال خاوری ایران، بخشی از خراسان بزرگ بودایی شدن و این دین بودا یک نوع تنبلی رو تشویق میکرد. این تنبلی باعث میشد که مردم اونچنان کار و کوشش نکنن. ببینید مردم برای که کار و کوشش کنن یک انگیزه ای میخوان. ببینید براتون مثال دارم، شما مثلا برید در یک مسابقه کشتی با شما تمرین کردید، پهلوان دیگه با یک پهلوان دیگه کشتی میگیرید. درسته که شما باید بدنسازی کرده باشید، شما باید فن بلد باشید، شما باید یاد گرفته باشید، شما اینا رو به همه بلد باشید، ولی یه انگیزه ای هم میخواد. اگر به شما بگن که بدن به برندگان و بازندگان به همه رو خوره کشی مدال میدن، خب شما انگیزه ای برای برد ندارید. چون ممکنه شما بازنده بشید ولی رو خورکشی به شما مدال بدن. پس شما فنا رو میگیرید، کشتی رو میگیرید، کار میکنید، ولی اونجایی که به اون زور اصلی میرسه که باید از دل و جان همت کنید، اون دل و جان همت رو ندارید، بلکه انگیزه ای ندارید، بلکه گفتن ما خورکشی میکنیم جایزه ها رو. درست مثل قرآن تکرار میشه، ولی چند دفعه گفتم، چند دفعه گفتید قل هو الله؟ 10000 دفعه. حالا دو دفعه هم یکی رو بگم. قرآن سوره ابراهیم آیه های 3 و 4 وقتی بخونی یکی کش میگه که خدا هر کی بخواهد به راه را سدارت میکنه، هر کی نخواهد به راه نمیکنه. و زمانه ما بچه که میرفتیم مسجد میگفتن هر چقدر در دنیا سختی بکشید اون دنیا بهتره. ببینید در ایران یه سری آدم بودن، رعیت بودن، رعایا در زمین های زندگی میکردن
که این زمین ها کشتش دیم بود. دیم این بود که شما زمین شخ میزنید، دونه رو میپاشید، دونه گندم رو، ولی با امید بارونه. اگه بارون اومد دو سه دفعه این گندم ها خوب میشه، اگه نیومد خوش میشه، چیزی گیرتون نمیاد. پس شما اونجا وقتی سالی چیزی در نیومد، گیرتون نیومد، شما چیکار میکنید؟ با مشقت، با بدبختی اون سال رو میگذرونید. یعنی مثلا فرض کنم اگه چهار تا گوسفند داشتید، دو تاشو میفروشید خزینه دیگه میکنید. اگه مثلا یه اساسی تو خونه داشتید، اگه یه باغچه‌ای داشتید توش مثلا چهار تا بادمجون کاشته بودید، اونا میشه. ولی از گندم که باید خرج اصلی، باید مثلا خرمن بشه، گونی گونی گندم به بازار فروش بره، پول بیاد بس بیاد، چیزی نمیاد. اما چرا فعل نمیکنید برید؟ سوال اینه، شما که اینجا میبینید دو سال کاشتی هیچی در نیومده و زندگیتون با گرسنگیه، زن و بچه‌تون گرسنن، چه فعل نمیکنید برید؟ شما بالاخره برید توی هر شهری عملگی که میتونید بکنید، گچکاری که میتونید بکنید، میتونید آب و حوض بکشید، میتونید برق پارو کنید، میتونید باغچه های مردم بیل بزنید، خیلی کارا میتونید بکنید. حتی میتونید مثلا فرض کنید که این اواخر بلیط وقت آزمایی بفروشید. ولی مهم اینه که زندگی شما بهتر میشه. اما چرا ول نمیکردن برن؟ ولی یه خانم بالا بود، یا آخوند، خان آخوند رسول دو دست هم بود. آخونده میامد هرمش به مردم میگفت، میگفت هرچی این دنیا سختی بکشید، اون دنیا وضعتون بهتر میشه. پس بنابراین مردم گفتن عیب نداره دیگه، ما که سختی میکشیم، گرسنگی میکشیم، ما اون دنیا وضع ما خوبه. خان زمیندار صاحب زمین که هر شب چلو خورش میخوره و نمیدونن مرغ براش میکشن و فلان، این دنیا این همه خوبی میکشه، اون دنیا این بدبخت بیچاره است. این باور تو کلی ما رفت. حالا درباره تصفف در اینا میگفتم، غیر از بودا مانی هم همینطور بود. مانی اومد گفتش که پیغمبر ایرانی است، در زمان شاپور گفتش که خداوند یک فرشته برای من فرستاد، فرشته به من گفتش که گوشت نخور، شرابم نخور، با زنم نزدیکی نکن. یعنی درویشی دیگه، درویش ها نه وقتی به قرم پلو میرزن، به خورشت قیمه میرزن، خودشون میکشن میخورن. ولی مانی بعد وقت گفته بود گوشت نبرد، نگفته بود گوشت گاو یا گوسفند یا مرغ یا ماهی، اصلا گوشت نخور، شراب نخور، با زنان نزدیکی نکن. آب این به نظر شما این زندگی درویشی نیست؟ خب اینا زد لطمه زد دیگه، لطمه زد. یعنی اون پایه های دین زردشت رو که میگفت آبادسازی، اصل آبادسازی، شادزیستی، دهشمندی، داد و عدالت، جنگ با بدی ها، خانم آقایون جنگ با بدی ها. من این کتابی هست دوست دانشمندم آقای شاهین نجات نوشته نشیبی دراز است در پیش فراز، این اسم کتابش. من یه تیکاش بر تو میخوانم. ببینید در ایران ما ایرانی ها یه باورهای غلطی تو کلمون رفته. ببینید ما تا این باور رو درست نکنیم همیشه شکست میخوریم. ببینید شاه اسماعیل صفوی بنیانگذار سلسله صفوی است. این چون پدر جدش همه مراد بودن، یعنی درویش ها به اینا احترام میذاشتن، و این برای خودش تصور میکرد که یک چیزی از جانب خدا توی وجود اونه. بعد در سنین خیلی کم به پادشاهی رسید، یعنی به پادشاهی نرسید، به رهبری اون درابی شدید. حالا من براتون یه ذره برگردم عقب. ببینید یک گویا تیمور، گویا میگم یعنی 100% مطمئن نیستم، رسیده برای شیخ صفی‌الدین اردبیلی، احترامش رو داشته. خب تیمور مسلمون شده بود دیگه، خیلی احترام اینو داشت و گفت چی از من میخوای؟ گفت من شنیدم شما مثلا 5000 اسیر داری، این اسیرها رو به من ببخشی. تیمور گفت باشه، اسیرها رو داد، گفت همه تون مال این.
خب این اسیرا که دستون پا و زنجیر بود که نون خود بهش میدادن، حالا که اومدن توی دستگاه شیخ تبریزی بسیار بسیار خوشحال شدن دیگه. برده و مرید و چاکر و عبد و عبید این شیخ تبریزی اردبیلی شدن. شیخ تبریزی اردبیلی چند نسل گذشت تا شاه اسماعیل صفوی اومد. همینطور که این مراد یعنی اون شیخ صفی الدین میمون جاش یک کسی دیگه میشد، اون میمون جاش یک کسی میمون دیگه میشد، چهار پنج نسل طول کشید تا به شاه اسماعیل رسید. همینطور این برده ها که بعدن اسمشون شد خزل باش، این برده ها یا این برده های آزاد شده یا اسیرای آزاد شده، اینا همینطور نسل به نسل میموندن. یعنی اون گروه اولی حالا زن گرسوندن بچه تو بچه هاشون بزرگ شدن و خودشون بیره مرد بیره زن شدن رفتوندن، حالا بچه ها آمدن در خدمت اون مراد. همیشه اینا مرید بودن، همیشه اون یکی مراد بود. حالا مراد میشد پسر اون مرید هم میشد پسر اون مردم ها به اینا کمک میکردن به این خانقا، به اون شیخ صفی‌الدین و فرزندانش. بلنخی این اته یک قضا و به صلاح نگهداری هم همیشه داشتن و آماده بودن که در راه اون مراد بجنگن. پدر شیخ اسماعیل اومد به اینا گفتش که کلاه 12 ترک بپوشید، یعنی کلاهتون از 12 تیکه درست شده باشه که 12 و قرمز باشه، چون به ترکی باش یعنی سر، قرمز یعنی قزل، پس لذا اینا شد قزل باش. و اینا ترک بودن ها، این از سیگار ترک بودن ها شد. شاه اسماعیل زبان دربار رو برگردون به زبان ترکی و مذهب مردمان رو برگردون از سنی به شیعه. یعنی ما یک دفعه در زمانی که وقتی که رستم فرخزاد جنگ و باخت به سعد بن ابی وقاص، اسم محلش یادم میاد الان بهت میگم، در صورت در اون جنگ با شمشیر مو به زور سنی شدیم. حالا من درباره اون جنگ توضیح میدم که چقدر ایرانی ها مقاومت کردن، شهرهایی هستن که تا 5 بار عرب ها رو بیرون کردن، یعنی اومدن عرب ها اومدن کشتار کردن، همه رو شکست دادن، همه رو کشتن، چند تا حاکم عرب گذاشتن و خوشون رفته. بعد مثلا یه سال دو سال اون مردم دوباره جمع شدن، اینا که مای عرب رو زدن یا کشتن یا بیرون کردن دوباره برگشتن در دوچی شدن، دوباره فرستادن. حالا من میخونم براتون ولی این بگم تموم کنم. بله، برحال به این شکل ما یه دفعه به وسیله اون در جنگ قادسیه نبردی بود در محل در سرزمینی بود که به نام قادسیه، نبرد قادسیه مشهور شد. در نبرد قادسیه سربازان ایرانی به فرماندهی رستم فرخزاد به سربازان عرب به فرماندهی سعد بن ابی وقاص باختن، شکست خوردن. البته وارد اون بحث بخوام بشیم خیلی طولانی میشه، ولی تمام شکاف بین ایرانیان دیگه، اون نیروهای زردشتی که آبادسازی داد، دهشمندی، شادیستی، جنگ و بدی بود، شل شده بود دیگه. مردم یه مقدار حالت درویشی گرفتونه، میگن خب کشته شدیم مثلا فرض کن اون دنیا میریم تو بهشت، اون دنیا بعدمون خوب میشه و از این صحبت ها. الو سنی شدیم در اون جنگ، چون اون قوا رو عمر فرستاده بود دیگه، در زمان عثمان مقدماتش فراهم شد، در زمان عمر حمله کردن. طبیعی است وقتی ما در اون زمان مسلمان شدیم دیگه شیعه‌گری وجود نداشت، همه عرب ها همه مسلمان ها سنی بودن. البته اون موقع بهشون نمیگفتن سنی بودن مسلمان، ولی مسلمان یعنی سنی، مسلمان یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو قبول بکنی، این میشه سنی. ما سنی شد. شاه اسماعیل صفوی اومد مذهب رو برگردون به شیعه،
و توی مقدمات نماز یعنی اقامه و اذان گفت بگید اشهد ان علی ام ولی الله. علی ام ولی الله یعنی علی بزرگتر خداست. البته حالا بری ولی آخوندا یک چیزای دیگه میگن، میدونی آخوندا که حرف درست تا نمیدونم بگیم ولی یعنی چی، نمیگن ولی یعنی چی، برای شما یه 10 دقیقه صحبت میکنن بچه ها گیر میشین آخر سر دوره میگید بلکه من نفهمیدم ولی یعنی چی، با 10 دقیقه دوباره بعد این نفهمیدن بودن تو ملعونی، تو خبیثی، تو محبور الدمی، تو خونت بابای تو چرا رو قبول نمی کن. آقا ولی یعنی چی؟ ما می رفتیم مدرسه بچه بودیم گفتم ولی تو بیار یعنی چی؟ یعنی چی بیار؟ یعنی بزرگتر تو بیار دیگه. ولی ولایت امر یعنی چی؟ ولی مسلمین آقای خامنه یعنی چی؟ یعنی بزرگتر مسلمین دیگه. ولی الله اشهد ان علی ولی الله یعنی علی بزرگتر از خداست، بزرگ خداست. خب همچین چیزی رو به شاهزاده گفتن که آقا اینا هم نمیگن مردم. گفت نمیگن چیه؟ من به اینا هم بین هر دو نفر نماز هر من دو تا نماز گذاری وسط چیه قزل باش میذارم با خنجر. این قزل باشه نماز نمیخونه، فقط یعنی گفتم نماز نخون، فقط حواظت باشه که ببینی اینا میگن اشهدن علی هم ولی الله هم هر کنی نگفتن خنجر رو خونده چکر میشه. حالا کی جرم میکنه نگه؟ حالی زبینید از اون کتابی که گفتم براتون بگم یک بخشایی ببینید این شکل کتابه. همزون گفتم نوشته نشیبی دراز از پیش فراز شاهین نژاد. شاهین نژاد دوست عزیز منه، بسیار جوانه، مهندس عالی رتبه نفت، کارشناس نفتی در شرکتی خیلی بزرگی کار میکنه، کارمند بسیار عالی رتبه شرکته، داره دکترای فلسفه رو میگیره، استاد شاهنامه خوانی کلاس میداره، 40-50 نفر آدمایی که اکثرا از خودش مستندتر هستن میان میشینن ازش شاهنامه رو یاد میگیرن و استاد تاریخه. و این کتابی که نوشته این کتاب در تمام محافل ادبی و مثلا رادیو تلویزیون ها در افرادی که در اون دستن در کارن به عنوان کتاب مرجع صحبت میشه. حالا من بخونم یه خونه مقدار براتون متوجه میشید که چرا میگن کتاب مرجع. کتاب مرجع یعنی به این میشه استناد کرد. یک بخشی داره نوشته که پایداری ها و سازش ها در استان ها. خب من اگه بخوام همش بخونم که نمیشه، اونایی که علامت دادم اون رو میخوام، فقط من یه جور براتون چون که نمیشه که همه رو خون، فقط یه جور برای یک فهرست کلیشی بخونم و یک شهرش رو براتون میگم. نوشته که شهرها و استانهایی از ایران که مردم آنها از 2-5 بار پیاپی 2-5 بار پیاپی بر علیه اعراب شوریدند عبارت بودند از اسماشون: شوشتر، استخ، دارابگرد، شاپور، بخارا، سمرقند، خارزم، فاریاب، سرخس، مرو، کش، بیکنده. یه شهرهایی که امروز هم بین رفتن دیگه نداریم این شهر رو. نیشابور، توس، گرگان، ری، همدان، قزوین، دینور، قم، سیروان، حلوان یا قصرشیرین، حیره، اصفهان، استانهایی چون تبرستان، گیلان، دیلم، آذربایجان، فارس، کرمان و سیستان. اینا جایی هم که نویسنده کتاب میگه 2-5 بار بر علیه اعراب شوریدن. یه دین این آخونده میان میگن که موقعای زردشتی انقدر با مردم بدرفتاری کردن، زردشتی ها انقدر با مردم بدرفتاری کردن که وقتی که
قوای عربای مسلمان بدن همه با آغوش و باد گفتن بفرمی تو. اصلا اینطور نیست. این دروغ بزرگه. استخر، حالا گفتم یه جا رو بهتون میگم استخر. استخر نمیدونم الان فکر کنم شهر میگم استخر در فارس نیست، برای که خرابش کردن چندین بار حمله، ولی یکی از بزرگترین شهرهای استان فارس بود و محل استقرار، یعنی پایتخت بود دیگه، یعنی پادشاه اونجا تاجگذاری میکرد. هرچند استخر از شهرهای مهم کشور و به ویژه استان فارس بوده است، ولی به دلیل گستردگی و چگونگی ایستادگی این شهر در برابر اعراب و خیزش چندین باره آنان در درازای سالهای کشاکش ایرانیان و مهاجمان، پایداری این شهر به تنهایی مورد بررسی قرار میگیرد. در تاریخ ایستادگی ایرانیان در برابر اعراب، مردم استخر جایگاه ویژه‌ای را دارا هستند. استخریان نه تنها در پدافند از شهر خود، بلکه در نبردهای گسترده در استان فارس جانانه کوشیدند. حتی هنگامی که هرمزدان فرمانروای نامدار خوزستان درگیر نبرد با اعراب بود، به یاری او شتافتند. پیامد شورش‌های پیاپی مردم بر علیه اعراب در درازای دههای پس از سرنگونی ساسانیان، ویرانی و نابودی سراسری این شهر بود، به گونه ای که اکنون تنها نامی از استخر و دلاوری‌های مردم آن در یادمان تاریخی ما برجا مانده است. پس ببینید این انقدر این شهر مردمش کوشیدن و جنگ کردن که دیگه شهری به نام استخر وجود نداره، یعنی شهر خراب کردن. هر دفعه اومدن بخشیش خراب کردن. بر پایه گزارش بلاذری، ببینید همه مورخا، استخر تا پایان خلافت عمر ایستادگی کرد و گشوده نشد. نخستین بار این شهر به دست اعراب به فرماندهی عثمان ابن ابی عاص در پایان سال 644 سال همه میلادیه، در سال 644 در نبردی بسیار سخت گشوده شد. در همان سال مردم شهر به فرماندهی شهرک بر اعراب شوریدند. این بار عثمان ابن ابی عاص به کمک نیروهای کمکی ابو موسی اشعری مردم را به سختی سرکوب نمودند و به گفته طبری خدای عزوجل از پارسیان گشتاری بزرگ کرد. طبری چون خیلی خودش مسلمان و معتقد بوده، میگه خدا از پارسیان گشتار کرد. من که خودت طبری از ایمان طبرستانی، انوان مازندرانی. در سالهای 647 و 650 دو بار مردم استخر بر علیه اعراب شوریدند. اعراب در سال 647 دوباره به استخر یورش آوردند و کشتار بسیاری کردند. بار دیگر در سال 650 مردم استخر به پا خواستند و عبدالله ابن معمر فرماندار عرب شهر را نیز کشتند. عبدالله ابن عامر جاگزین ابو موسی اشعری، ببینیم اینا زیرش کتاب تاریخ و سفر را نوشته که از کجاست. اینه که میگن این کتاب مستند مرجعه. و کارگزار خلافت اسلامی در فارس کردید. از سوی دیگر استخریان که شهر خیش را آزاد ساخته بودند، یزدگرد سوم را که راه خراسان را در پیش گرفته بود به شهر خود فرا خواندند. همزمان با این رخداد اسپهبد موهک نیز دارابگرد فارس را از جنگ اعراب بیرون آورد. عبدالله ابن عامر با سوارانی که از بصره خیش را به فارس رسانده بودند شهر را محاصره کرد. از اندازه پایداری مردم شهر عبدالله چنان به خشم آمد
که سوگند خورد که از مردم چندان بکشد که خون براند، به استخر آمد و آن را به جنگ بستد و خون همگان را مباح گردانید و عدد کشته شدگان به احصا آمده افزون بر 40,000 بود. بیرون از مجهولان چندان از ایرانیان می کشتند که خون نمی رفت، تا آب گرم بر خون می ریختند تا روان شود. البته یه دوام خوندم که این گفته که باید با خون آسیاب رو بچرخونیم و چون خون رو می ریختند نمی رفت، آب گرم ریختند رو خون، قاطی کردن که این خون آب گرم کمک کنید که خون را بیفته و خون خون ایرانیان با اون آب گرم رفت آسیاب گرمون و نون برای اون آقا درست کرد، یعنی گندم آرد کرد نون بختن. و ناظری می نیستد که عبدالله ابن عامر برای گشودن شهر استخر منجنیق به کار گرفت و شهر پس از سنگ باران شدید با منجنیق گشوده شد. او می افزاید که این ابن عامر در جریان سرکوب شورش مردم استخر نزدیک به 40,000 تن از ایشان را کشت. شماره کشتگان در شهر استخر بر پایه گزارش های ابن بلخی بسیار بود، چنان که تنها بزرگان شهر 40,000 تن کشته شدند. اختلاف های موجود در آمار کشتگان این نبردها در میان گزارش های تاریخ نگاران پدیده ای عادی و گسترده است. نگاهی که به آمار این چنینی تنها اندازه کیفی کشتار را نشان میدهد و از قلم چندین مورد اطمینان نمیش باشد. چندی بعد در نبرد دیگر استخریان جلوداران سپاه عرب را شکست دادن و سرکرده آن یعنی عبدالله ابن معمر تمیمی را کشتن. ببینید پس از این همه شکست و این همه کشتار دوباره جنگ کردن، سردار عرب کشتن، یعنی وقتی سپاه عربیان سردارش کشتن. پس از اینکه خبر این رویداد به عبدالله ابن عامر رسید، اینا کیو کشتن؟ عبدالله ابن معمر تمیمی رو کشتن. این خبر به عبدالله ابن عامر رسید، به سوی استخر تاخت و در جنگی سخت مردم استخر را شکست داد. سپس کشتار بزرگ دیگری در آن شهر رخ داد که شمار کشتگان ایرانی را تا 100,000 هم نوشتند. همه نوشته که چه کتاب هایی نوشته، فارسنامه ابن بلخی، فتوح البدان بلازری با صفحه مختلفش هم نوشته. استخر دوباره در سال 653 برخاست. ببینید خانم آقای ایرانیان زردشتی اینجوری می جنگیدن، مثل ما نبودن که آقای خمینی اومد رسی بگفتیم به فرمان کشور اون بگیر پادشاه اونم گذاشت رفت، مثل ما نبودن که مغالا اومدن گفتیم به فرمان کشور بگیرید پادشاه اونم محمد خوارزمی رفت تو جزیره دریای خزر، جزیره آبسکون اونجا چیز شد. مثل ما نبودن که شاه سلطان حسین صفویمون بیاد بگه آقا بفرمایید کلا این تاج رو کله تو بذارم. می جنگیدن بلکه اینا یاد گرفته بودن که جنگ با بدی ها به قیمت جونشون که عزیز نبود. مردم از پرداخت جزیه سر باز زدن. عبدالله ابن عباس همشون باشیم عبدالله بوده به فرمان خلیفه به فارس فرستاده شد، خلایقی بی اندازه کشت تا توانست بر شهر چیره شود. بر پایه گزارش های بلازری، ابن بلخی و طبری سه تا گزارش کرد، سه تا تاریخ نوشت. استخر نیز در کنار شهرها و استانهای دیگری از کشور در سال 640 پیش از کشته شدن عثمان خلیفه سوم سر به شورش برداشت تا چندین دهه پس از حمله اعراب در این شهر سکه‌های ساسانی با نقش چهره یزدگرد سوم ساخته می شد. در زمان کوتاه خلافت امام یکم یعنی آقای علی خلیفه چهارم
دفعه شورش مردم استخ زید ابن عبیه کارگزار فارس که از توی خلافت یعنی از توی آقای علی مأمور فرونشاندن شورش شده بود دست به خونریزی های گسترده ای زد که چگونی آنها در فارسنامه ابن بلخی آمده است. خلیفه چهارم پس از سرکوبی شورش استخ به دست سپاهیان کوفه به کوفیان گفت گوش بدید ببینید امام اولتون چی گفت، گوش بدید ببینید چی گفت، این همه علی علی میکنید ببینید چی گفت علی. علی گفت ای مردم کوفه، شمایی که شوکت عجمان را از میان بردی، ای مردم کوفه شمایی که شوکت عجمان را از بین بردی، ویرانگری های عرب مسلمان در برخی از شهرهای ایران که استخ نمونه خوبی از آنهاست گفته ابن خلدون را به یاد ما می آورد. او می نویسد لازم به تذکر است که فتوحات عرب ها فتوحات عرب همواره سقوط تمدن ها را به دنبال آورده است، زیرا شهرهای آباد از ساکنان خود تویی شدند و زمین های به صورتی جز آن در آمدن که بودن. بله این چنین بود دیگه. این استخ من فقط میخوام ببینم که چه شد، چه شد که مردمی که آنچنان صلح شور بودن این چنین ترسو شدن، چی شد مردمان آنم سلحشور رفتن عکس آقای خمینی تو ماه دیدن، چه شد مردمانی که آنم سلحشور بودن رفتن و به رفتن به جمهوری اسلامی رأی دادن که وقتی که رأی می دادن توی رأیشون نوشته بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی بعدن نوشته میشه. آخه من بزنم تو سر خودم، من برم به عنوان یک آدم رأی بدم آری با جلوم جمهوری اسلامی موافقم، اما میزیرش که چیز قانون اساسی بعدن نوشته میشه. آخه من که این قانون اساسی رو نمیدونم چیه، چجوری رفتم رأی دادم، چجوری 99.9% رأی دادم، آخه ما کی هستیم اونا کی هستن؟ تمام مردم ایران وقتی اعراب که عمله کردن سه تا جنگ بزرگ کردن، جنگ قادسیه، جنگ جلولا، جنگ نهاوند. در این سه تا نبرد صدها هزار ایرانی کشته شدن، جونشون رو دادن تا به اینجا مسلط شدن. تازه وقتی مسلط شدن به این استرد پنج بار شورید بر عربا، حتی کارگزار خلیفه رو کشت، سردار عرب رو کشت، انقدر جنگیدن که شهرشون به ویرانی تبدیل شد، دیگه شهری واقع نمون، دیگه ما شهری به نام استخ نداریم. یک تاریخ نویسی نوشته که ما چهار نفر همی بودیم که از راهی همی گذشتیم، مغولی بر ما رسید، باز برآورد که بمانید تا روان و تیخ میآورم، به خدا قسم که من یک بوری بگریختم آن سه ماندن. اینقدر این اسلام مخ ما رو خراب کرد، اینقدر مغز ما رو شستشو داد که مغزی وایستید من برم شمشیرم بیارم. و نویسنده تاریخ میگه که به خدا قسم من یک بگریختم با آن سه ماندن، یعنی اون ستا موندن تا چهرمی چیز یا رفت شمشیر را اوضو کشه. این میدونی چیه؟ این تسلیم و رضاست. این همینی که تو قرآن میگه که هر برگی از درخت بیفته به دستور خداست. اون چهار نفرش میدونن مغولی بهشون میاد میگه تیغا بیارم، میان خب لابد قسمت ما اینه که این مغولی ما رو بکشه دیگه. جنگ نمی کنن آخان ماقیم، جنگ با بدی ها. خمینی بدی بود، محکوم به اعدام بود، اعدام شد، باید میکشتنش، بخشیدنش.
محمد خوارزمشاه وقتی شنید مغول ها دارن حمله میکنن ترسید، گفتن فرار میکنن، گفتن آقا این همه سرباز داری، این همه ارتش داری، بجنگ. گفتن آقا یه توپ بندازن سیل میشه ما را آب میبره. فرار کرد رفت توی جزیره. پسرش جلال الدین که از شجاعان ایران ما، همیشه ایرانی ها بچه ها میزیم، اون افراد شجاع به جایی نمیرسن. جلال الدین خوارزمشاه به پدرش التماس کرد، گفت آقای پدر فرمانده سپاهی تو بده به من، تو اصلا کاری نداشت باش. من نداشت آقای محمد رضا شاه. ما آقای تیمسار رئیسی گفت آقا بزن من، شما تشریف برید کیش، من اینجا مملکت رو درست میکنم، اگر من کارم به نتیجه نرسید بیایید من اعدام کنید، اگه به نتیجه رسید که کشور امن میشه. این محمد خوارزمشاه و جلال الدین. محمد خوارزمشاه فرماندهی ارتش رو نداد به پدر جلال الدین، ارتش پخش و پلار شد. آقای محمد رضا شاه هم فرماندهی رو نداد به اویسی یا مثلا به دکتر مظفر بقایی یا مثلا به یک کسی که اون اوضاع آمده بودن میخواستن این کار بکنن. البته داد به آقای بختیار، دکتر شاپور بختیار، انسان بزرگ. آقای دکتر شاپور بختیار فکرش خیلی بزرگ بود، بهش گفتن این آقای خمینی رو هواپیماشو یا بزنیم یا ببریم کیش یه جایی بنشونیم دستگیرش کنیم. گفت بذارید این دستگاه بیاد مردم بفهمن که بویی ندارن. این جمله شو حالا یه داره کلمات شهر رفت جلو چه، ولی دستگل رو بیاد و بویی ندارد، اینو این همونه. گفته بذارید این دستگل بیاد مردم بفهمن بویی نداره، بذارید بیاد مردم بفهمن این دستگل بویی نداره. هیچ کس فکرش نمیکرد آقای خمینی اینقدر خاطر باشه. الان صحبتش هست که حدود مثلا 3000 نفر در سال 67 تو زندان در عرض یکی دو ماه کشتن به دستور آقای خمینی، که آقای منتظری هم فایل صوتیش در اومده که میگه که آقا من خودم میگم که از قول من نگن این نوشته دروغه، من خودم الان دارم میگم که این یک جنایت بزرگه که اینم آدم میکشی. البته آقای خمینی میگفت که چون که مجاهدها رفتن در عراق با صدام همکاری میکنن و بر علیه ایران میجنگن و به ایران حمله کردن، من اینا رو میکشم. اینه که سنده بوده که اینه کار نمیتونستم بکنن، که اگر هم قصدشون این بود که راها بشن برن به اونا بپیوندن، حالا که تو زنده بودن که، حالا که نمیتونستن راها بشن برن اونا بپیوندن، چرا کشتی هم هرم؟ خب خیلی حرفای دیگه هم داشتن که نرسیدم بگم. یه سری از خانم پری یه سری آیه های قرآن رو برای من فرستادن، حتما باید درتون بخونم. بسیار قشنگ انتخاب کردن و ترجمهش به فرانسه هست منتها، یعنی آیه فارسی نوشته شده ترجمهش به فرانسه زیرشه. کاش انگلیسی بود، یا کاش یه نفر من ببینم بتونم اینو بدم به یه نفر همه رو به فارسی ترجمه کنه. من یه مترجمه خیلی خوب میدونم که همه رو به انگلیسی ترجمه کنه، یه مترجمه خیلی خوب میشناسم که اگه بهش باش صحبت کنم ببینم اینا رو به انگلیسی ترجمه کنه. بذاریم یک سایت که اینا رو همه بخونی. همین آقای پارسا لطف میکنن یه مقاله من رو گذاشتن روی همون سایت مردم تیوی توی یوتیوب گذاشتن. خب شاید بتونم من از این فرصتی که ایشون به من میدن باید استفاده کنم و چیزه دیگر مطابق. ببینید خانم آقای من یک کار فول تایم دارم، یعنی یه شرکت کوچولی دارم افتیه، ولی 5 کارمند دارم دیگه. 5 کارمند هفته به هفته حقوق میگیرن، باید کار پیدا کنیم بدیم به اینا، اینا برن انجام بدن که پول بیارن که بتونیم هفته به هفته حقوقشون بدیم و بیمه و نمیدونم کرایه و نمیدونم
پول فایمارشال رو نمیدونم پول خرید و پول اینا رو بدیم، پس باید کار بکنم. خب ضمن این کار وقتی میام اینجا میشینم باید پنج صبح پاشده باشم تا یک ساعت و نیم دو ساعت مطالعه کرده باشم، روزای شنبه یک شنبه باید بشینم یه بخشی شو کار کنم، مقاله بنویسم بخونم. پس به من بایدم یعنی یه عملی رفت قلبه اونه که تلوی داکستری میشستن نامه میرشتن اون یاد سنت کنم اون موقع تو ایران اینطوره بود، اونا میرفتن کسی میخواست نامه میرسه میرش اون میگفت بنویس برام، میگفت بنویس برای مادرم بنویس که من اومدم اینجا زمین خوردم استخونم شکست دیگه دو ماهی تو گچ بود خیلی بدبختی کشیدم گرسنگی کشیدم، بعد رفتم سر کار یه مقدار کار کردم بعد از نرمون افتادم دوباره مریض شدم باز یه اینجوری شد، بعد رفتم دوباره خوب شدم رفتم سر کار، این دفعه اون یارو پولم رو نداد گفتم پولم بده کتکم زد من انداخت بیرون عملی که نبه شروع که بگیری کردم نام نویسه گفتش که تو که همه اینا رو که میدونستی که من خودت به من گفتی چرا گریه میکنی؟ گفت من میدونستم بدبختم اما نمیدونستم اینقدر بدبختم، حالا منم وقتی به حال خودم میشینم گریه کنم چون که خیلی کارا میخوام بکنم ولی از اونی که خرج خونه خودم و کارگرام رو در بیارم دیگه اون اصل اگر اون نباشی که من زندگی نداشت بشم نمیتونم مطالعه کنم نه هیچی هیچ کار نمیتونم کنم، ولی اینا فرق اونه برحال نمیدونم دیگه. امیدوارم که موفق بشم، امیدوارم که شما اقلا یه تشویق بکنی یه تلفنی بزنید اینجا یه پیغام بذاری که من خوشحال بشم که انرژی بگیرم. خب شاد و پیروز باشید، من برنامه به پایان رسید، از همه این شما خانم آقایون عزیز که به برنامه توجه کردید سپاسگزاری میکنم، مرسی.